پس از گرد همایی بزرگ هفتم آبان ماه 1395 خورشیدی، ایران ستیزان به وحشت افتاده و با نژاد ستیزان خواندن شعارهای داده شده، آن را دستاویزی برای حمله به این گرد همایی و اتحاد ملی اقوام ایرانی قرار دادند. رسانه‌های حامی این جریان هر کدام به نحوی سعی در اجرای نقش خود کردند. صدای آمریکا شعارها را انحرافی با مضمون قومی می‌خواند. در حاشیه این تجمع نیز گروه‌هایی هم اقدام به سر دادن شعارهای انحرافی با مضمون‌های قومی و سیاسی کردند. بی بی سی از شعارها با عنوان عرب ستیز یاد می کند. هرچند این حرکت نشانه های عرب ستیزی دارد، عرب نمی پرستی. رادیو فردا هم نه تنها عرب ستیزی از سوی ایرانیان را القا می کند، بلکه تبدیل به بلندگویی برای تجزیه طلبان شده و به آنان امکان استفاده و بازگو کردن اسامی جعلی همچون خلیج عربی و چند ملیتی خواندن ملت یگانه ایران را می دهد. ولی پرسش من این هست که چقدر شما به حال دارید صحبت میکنید، میگید که مردم در خوزستان، بخشی از هموطنان ما در ایران، تحقیر و توهین روزانه شامل حالشون میشه. چقدر این رو خارج از حال ادبیات کجا میشه دید؟ دعوا بر سر خلیج فارس، خلیج عربی، عنوانی که به کار برده شد از سوی کشورهای عربی، چقدر فکر میکنید این مؤثر بوده روی شکل میده سر مسئله خلیج توهین؟ الان شما در صحبتتون گفتید در مسئله خلیج و ما داریم در مورد حساسیت روی نام خلیج فارس صحبت میکنیم. مثلا شما حاضر نیستین از اسم خلیج فارس استفاده کنین؟ خانم، اسم خلیج شده مسئله ناموسی در ایران، نه مسئله قابل تحقیق و پژوهش. متوجه هستم. این همیشه اسمش خلیج فارس بوده. نه، بخشی از تاریخ خلیج سومر بوده، در بخشی از تاریخ خلیج عرب بوده، در بخشی از تاریخ خلیج عرب بوده. در این بین تلویزیون منوتونیز آتش بیار معرکه شده و میزگردی را به این واقعه اختصاص داده و شعارها در پاسارگاد را نژاد ستیز میخواند. یک هویت ملی که نقطه آغازش بحث نژاده، یعنی شما میخواید یه هویت ملی رو تولید کنی یا تعریف کنی که یک واکنش، حالا من میپذیرم که به اون روایت بسته استبدادی دولته، ولی در این حال خود با نژاد شروع میکنی. اونجا شعار عرب ستیزی رسما داده شد. پس اینا آخه این که دیگه خیلی اصلا معلا دود از سرم داره بلند میشه که دیگه ما آریا رو نتونیم یعنی صحبت کنیم. اسم شما آرمینه. رشد این گفتار ملی گرایانه، اتفاقا جمهوری اسلامی داره بهترین بهره برداری میکنه، تو بعدش نمیاد، خودش هم داره اونو باستولید میکنه. یعنی کوروش گرایی یا باستان گرایی، قهرمان پدر ملت شدن کوروش، روی سکه‌ای که حاج قاسم سلیمانی میشه قهرمان ملی. شعار زده عربی چرا بعد داده بشه؟ اصلا من مشکل نه با ملی گرایی دارم نه با بزرگداشت کوروش. من توش بزرگداشت نمیدونم. شما بری اونجا شعار نژاد پرستی بدین، کجاش بزرگداشت کوروشه؟ نه، من شعار نژاد پرستی نشد، شعار نژاد پرستی شو نه بیش از حد گنده کرد. مجموعه شرایط رو در نظر گرفت، اونش هم نه اون دلخوریه. بذارید این رک بگم، دلخوری روشنفکری ایرانی از مراسم کوروش خیلی ساده است. روشنفکر ایرانی آدم دعوت میکنه تو خیابون، یک بار 37 نفر اومدن، یک بار 62 نفر، براش گرانه. نه پس روشنفکری هیچ دلیلی نداره. روشنفکران ایرانی تمام دنیا رو ول کنن بگردن. تلویزیون ایران فردا که با نگاهی سطحی به برنامه‌هایش دل در گروه کشورهای عربی داشتنش به روشنی نمایان است، شعارها را نژاد پرستانه خوانده و علیرضا میبودی عنوان می‌کند که به دلیل شعارهای گفته شده کوروش کبیر در گور خواهد لرزید. دکتر به عنوان یک ایرانی یهودی، علیرضا به عنوان یک نویسنده شاعر ناسیونالیست، این شعارهایی که داده شد در مزار کوروش آیا همش درست بود؟ اما یه شعارم آیا میبینی راجع به عربا دادن؟ بله متاسفانه. خب به نظرم کوروش در گور خواهد لرزید. کوروش در گور خواهد لرزید. وقتی بشنوی که فرزندان و نوادگان میشن شعارهایی میدن، شعارهایی که بگی نژادپرستی بده،
یا اینکه ما خودمون ممتاز بدونیم به خاطر اینکه آریایی هستیم. یک عده به 2500 سال پیش می‌خواستن برگردن، یک عده به 1400 سال. همون دعوایی که تو مشروطه هم بود، تو مشروطه از مشروطه تا حالا تا همین امروز خیلی شدید علاقه داریم بریم اون شکوه رو از همون سرمنشأش دوباره درست کنیم، خواب و خیالی که هیچ موقع به وقوع نمی‌پیونده. ای کاش شنبه مرده بودم، شنبه مرده بودم که نمی‌دیدم ما ساکنان خارج از کشور، نشستگان کنار اقیانوس‌ها، در حالی که زندگیمون رو داریم میکنیم، حالا تازه میشیم معلم برای این بچه ها که هر قدمش، هر کلامش، هر حرکتش رو روی حساب انجام داده و با حساب انجام داده و من از تک تک اعمال و رفتار اونها دفاع میکنم. علی‌رغم درخواست سایت العربیه رسماً وقاحت رو به جای رسونده که از ایرانی ها، از رسانه های ایرانی فارسی زبان خواسته که در مقابل این حرکت عکس العمل نشون بدید. تو کی هستی که برای رسانه های فارسی زبان تعیین تکلیف میکنی؟ تو چی کاره ای؟ کی به تو همچین پروانه ای داده؟ سایت العربیه در تاریخ 8 آبان ماه 1395 چنین تیتر میزند: شعارهای عرب ستیز در روز کوروش و بی‌توجهی رسانه های فارسی زبان به آن. و در ادامه می نویسد: تا کنون هیچ یک از ارگانهای دولتی ایرانی و یا گروه های اپوزیسیون نه تنها به کارگیری شعارهای عرب ستیز را محکوم نکرده اند، بلکه بسیاری از رسانه های مخالف با نشر گسترده گزارش های خبری و تصویری این رویداد عرب ستیز را پوشش دادند. او چه غلطی کرده سر جای خودش؟ این که ما چی می کنیم باعث شده که بگم ای کاش فردای روز جمعه مرده بودم. اونجا هر زمانی من بر سر یک انتخاب، برای انتخاب قرار بگیرم، من هیچ انتخابی جز ایران ندارم. نمیخوان خداحافظ، همین الان میگم بهتون، گفتم الانم با صدای بلند میگم، من برای حفظ تلویزیون کتاب میفروشم، مجله میفروشم، نمیدونم سکه میفروشم، نمیدونم تبلت میفروشم، ولی برای خاطر حفظ این تلویزیون دستم و جلو هیچ دولتی، هیچ حکومتی دراز نمی کنم و این رو بد میدونم. من بد میدونم، شما خوب بدونید، هر کی میخواد خوب بدونید. آقای نوریزاده، من نمیتونم بگم، یه چیزی میتونم بگم، ایشون آمد تو دفتر من گفت آقای همایون مشکلمون حل شد. گفتیم چجوری؟ گفت دو تا فرستنده عرب، آقای جمشید چالنگی هم نشسته بود، در لندن ما رو پخش میکنن. گفتم من تو تلویزیونی که فرستنده عرب پخش بکنه نمیام. اگه شماها بیان به من بگید نه آقا این خیلی کار خوبه، همه تون یه خط قرمز میکشم، میرم دنبال زندگی. مساعده کنید، بیانیه بدید. چرا در مجموع دم رسانه های فارسی ایران هم گرم؟ باریکالله حداقل سکوت کردم، حرف نزدم. چطور این شعارا پارسال اب نداشت؟ چطور امسال اب نداشت؟ چطور حالا ابدار شد؟ سایت العربیه روز چهارشنبه 12 آبان ماه 1395 خورشیدی پس از واکنش رسانه‌های به اصطلاح اپوزیسیون به درخواستش مبنی بر محکوم کردن شعارهای داده شده در پاسارگاد چنین تیتر می‌زند: محکومیت شعارهای عرب ستیز در روز کوروش. و در ادامه چنین می‌نویسد: شماری از سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری ایرانی سردادن شعارهای عرب ستیز توسط برخی از تجمع کنندگان روز جمعه 28 اکتبر 2016 در پاسارگاد را محکوم کردند.
شگفتی اینجاست که تارنمای العربیه با بی‌اعتنایی به سخنان آقای نوری‌زاده و میبودی که به ظاهر افراد ملی‌گرای اپوزیسیون هستند و آغاز کننده این حمله ها بودند، هیچ اشاره‌ای نکرده و جالب تر از آن هیچ سخنی در مورد مصاحبه یا بیانیه شاهزاده رضا پهلوی که نماد ملی اپوزیسیون است نمی‌گوید. این در حالی است که حمله به شعارها و خروش ملی در پاسارگاد توسط سازمان چریکهای فدایی خلق، سازمان حقوق بشر اهواز که خوزستان را عربستان می‌نامند و یا کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران که از سوی تروریست تجزیه طلبی همچون یوسف عزیزی بنی طرف اداره می‌شود، بدون درخواست تارنمای العربیه و به شکل طبیعی انجام می‌گرفت. یک ملت تحقیر شده، یک ملتی که فقط پذیرفته هرچه باهاش کردند، یک باره جرق نمیزنه، یک باره میشه وحشت ایجاد میکنه. بررسی چرایی واکنش هماهنگ و گسترده نسبت به حرکت ملی در پاسارگاد حاکی از آن است که عاملان اجرای طرح تجزیه ایران به نتیجه شکست طرح‌های خود رسیدند. آنان در فراری رو به جلو با دستاویز قرار دادن برخی از شعارهای این گرد همایی که تأکیدی بر هویت ملی ما ایرانی دارد به این گرد همایی و شعارهای آن حمله کرده و به دروغ آن را نژاد ستیزانه معرفی نمودند. همچنین در ادامه با استفاده از کدواژه‌های همیشگی خود، یعنی ملیت‌های ایرانی و فدرالیسم، این بار به بهانه نژاد ستیزی سخنان تکراری خود را در راستای طرح شکست خورده تجزیه ایران مطرح نمودند. حسن شریعت‌مداری، یکی از افرادی که خواهان فدرال شدن ایران است، در تلویزیون مناتو به صراحت از واژه جعلی ملیت‌ها که کدواژه تجزیه طلبی است استفاده می‌کند. جمله این گسل‌ها، گسل‌های قومیتی و ملیتی، قومیتی و ملیتی، قومیتی و ملیتی. مردم عرب جنوب و جنوب غرب ایران هم ملت هستند. ایران یک کشور چند ملیتی است، چند ملیتی است. ایرک در پی تکرار مکررات خود، یعنی ملیت خواندن اقوام ایران و فدرالیزه کردن ایران، به وضوح از اجزای طرح خود رونمایی می کند. یکی از اجزای این طرح که در اینجا به آن اشاره مستقیم شده، حق تعیین سرنوشت برای ملت تازه ساخته شده می باشد. اشاره یوسف عزیزی بنی طرف در رادیو فردا به تغییر نام خرمشهر به شکل آشکار این را به ما نشان می دهد. این نابرابری میان ملیت ها در ایران می تونه تهدیدی برای یک فارسگی ایران باشه. نجات پرستی و عرب ستیزی و برقراری سیستمی دموکراتیک و فدرال در ایران میتونه این کشور را از گزندهای خطرهای آینده دور بکنه. آقای قاسمی در انگلستان زندگی میکنه و شاهده که دو سال پیش اسکاتلند برای استقلال رفراندوم برگزار کرد و یک گلوله شلیک نکرد، به کسی توهین نشد به اسکاتلندی ها. باید از خود مردم محمره پرسید که آیا میخواید محمره اسم شهرتون باشه یا خرمشهر تحمیلی، که اصلا در هیچ جای تاریخ ایران عرب اسمی به این نام وجود نداره. در واقع گام نخست ملت سازی از اقوام ایرانی و سپس فدرال کردن ایران است، تا در گام بعدی جدایی بدون خونریزی از ایران با به رأی گذاردن این درخواست در سطح محلی و نه در سطح ملی به اجرا در بیاید، که در صورت مقاومت دولت مرکزی با استفاده از حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها از سازمان ملل درخواست دخالت بشر دوستانه کرده تا بتوانند از ایران جدا شوند. یه گروه جمعه چالا خواب ندارن، نوکران و مزدوران عربستان سعودی و نوکران و مزدوران جمهوری اسلامی.